درود بر شما. 31 تیر ماه 1401 خورشیدی و 22 ژوئیه 2022 میلادی. قیمت مواد خوراکی و مصرفی مردم، کالاهای ضروری خوراکی که بالا میره قیمتش، کیا ازش سود میبرن؟ یعنی به قیمت فقیرتر شدن مردم، کنده شدن از سفرهشون، تو جیب چه کسایی میره؟ چه کسایی پولدارتر میشن؟ امشب به این موضوع میپردازیم با بررسی چند نمونه. پرده آخرم آخر برنامه. آمارهایی میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران این آمارها رو نداده بود، سر و صدای یه عده احتمالاً در میآمد که اینا سیاه نمایی، ساختگی این آمارها، انتشار اتاق فکر استکبار و از این حرف. طبق داده های رسمی مرکز آمار ایران، سال 99 79% جمعیت کشور، این آخرین ستون سمت چپ رو دارین میبینین، 79% جمعیت کشور با روزی 2 دلار درآمد زندگی کردند. این آخرین آمار جامع درباره درآمد مردمه که تا امروز مرکز آمار کشور منتشر کرده. روزی 2 دلار درآمد، یعنی با دلار 30 تومن روزی 60 تومن، یعنی ماهی 1,800,000 تومن. 80% جمعیت کشور با ماهی کمتر از 2,000,000 تومن زندگی میکنن. سال 99، 2 سال پیش، تا حالا دیگه بدتر هم شده. این 80% جمعیت کشور چی میخورن؟ غذاشون چیه؟ کجا زندگی میکنن؟ 80% جمعیت 85 میلیونی ها چی میپوشن؟ بچه هاشون اصلا امکان تحصیل دارن یا کف خیابون کار میکنن، کمک خرجی خونه رو میدن؟ بخشی از این 80% جمعیت کشور که درآمد ماهانه زیر 2,000,000 تومان دارن، تو استان تهران هن دیگه، پایتخت کشور اسلامی. تهران از نظر قدرت خرید مردم در بین 151 کلان شهر جهان در رتبه 150 همه. دارین میبینین دیگه، اون دایره که اون بیزی که کشته شده در ستون دست راست، تنها مردمی که قدرت خریدشون از ساکنان تهران کمتره، از مردم تهران کمتره، شهر لاگوس در نیجریه است. یه موقعی بود، موقع قحطی آفریقا، همه مقایسه میکردن در وضعیت بد نهایت فقر دیگه، آدم ها رو میگفتن مثل وضعیت الان نیجریه، مثل وضعیت الان بیافرا. الان تنها شهری که از نظر قدرت خرید مردم بدتر از تهرانه در کلان شهرهای جهان، شهر لاگوس در نیجریه است. باور نمی کنه آدم دیگه، ولی اینه. آمارها نشان می دهد که قیمت کالاها در 10 سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم نیز در همین راستا به شدت کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال، قیمت هر کیلو مرغ در سال 1390 حدود 3200 تومان بود. اکنون هر کیلو بالای 60000 تومان است. اگر قیمت مرغ را به عنوان کالای نماینده تورم در نظر بگیریم، قیمت مرغ طی 10 سال اخیر حدود 1770% افزایش یافته است. این یعنی اینکه نرخ تورم در ایران تا این لحظه که قیمت کالاهای اساسی آزاد شده، هولوهوش 1770% است. تورم در واقع همون کاهش ارزش پول کشور، کاهش قدرت خرید مردم به زبان ساده. بعد وقتی بیام تهران رو که از نظر قدرت خرید مردم بین 151 کلان شهر جهان در رده 150 همه با شهرهای دیگه ایران مقایسه کنیم، ببینیم که قدرت خرید مردم مثلا زاهدان نسبت به تهران 4 برابر کمتره، با نرخ فقر 62 نسبت به 17. تا
تازه توی مثلا استان سیستان و بلوچستان طبق جدولی که دیدیم 4 برابر قدرت خرید مردم پایین تر از تهرانی که عرض کردم 150 در بین 151 کشور جهان در رده فقیرترین ها، یعنی قدرت خرید مردم. خب چند نمونه بگم خدمتون که مربوط به کل کشور و کل ایران و مربوط به کم شدن خوراک هر روزه دست کم 2/3 جمعیت کشور. از تیر ماه 1400 رسماً قیمت نون سنتی رو گرون کردن. رسماً رئیس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در استان تهران توسط استانداری خبر داد و گفت قیمت رسمی جدید انواع نان به اتاق اصناف ابلاغ شد. قیمت انواع نان یارانه‌ای گندم 900 تومانی به شرح ذیل تعیین شده است. بربری با وزن چانه 600 گرمی 2500 تومان. تافتون سنتی 1200 تومان. سنگک 3000 تومان. لواش اتوماتیک هر کیلو 6000 تومان. خب این قیمتا خودتون میدونید که این تازه این قیمتا واقعی نیست. یه چیزم بگم این وسط، کاری اصلا من ندارم به اینکه میان میگن فلان قیمتا بالا نرفته، نون هرگز بالا نمیره، قیمت دارو فلان نمیشه، همه این دروغای واقعا چی بگم، بزنین هیچ نسبتی ندم دیگه، خودتون به اندازه کافی عصبانی میشین وقتی که اینا میان این دروغا رو میگن. اینا همه رو بذاریم کنار که تو واقعیت زندگی هستین و دارم همینو من خدمتتون عرض میکنم. این قیمتا واقعی نیست که سنگک 8 تومن 9 تومنه، نه 3000 تومن. دو تا سنگک میریم میخرین 18000 تومن باید پول بدین. یعنی قیمتای واقعی 3 برابره. یکی دو نمونه از شهرهای مختلف بگم درباره مسئله نان سنتی. رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین میگوید در برخی از مناطق قزوین مردم با گرو گذاشتن کارت ملی و یارانشان نان میخرند تا خانوادهشان گرسنه نمانند و سر ماه که یارانه واریز شد حسابشان را با نانوا تسویه میکنند. به دنبال اجرای مصوبه آزادسازی 20% سهمیه آرد نانوایان در خراسان شمالی به روش گرانی نان در یک روز از هفته، در نانوایی های استان شاهد به فروش نرفتن نان در همان روز بوده ایم. خب نمیتونن نون با قیمت آزاد بخرن، مردم میرن از نونوایی های دیگه که نوبت روز فروششون به قیمت آزاد نیست میخرن. نتیجه میشود نون اون نونوایی ها تموم میشه چون سهمیهشون تموم شده. نتیجه می شود اینکه مردم مجبور میشن نون نخور. کی فکر میکرد اینجوری بشه؟ سرپرست نظارت و بازرسی سازمان سمت استان تهران گفت قیمت آرد نانوایی های دولتی و آزاد تغییری نکرده است. خب دلیل چیه؟ دلیل افزایش نرخ نان افزایش قیمت آب، برق، دستمزد ها و سایر هزینه های سربار واحد های نانوایی است. خب به هر حال نتیجه برای مردم یکیه. این چند نمونه رو دروغ گفتی یا راست گفتی، نتیجه برای مردم یکیه. این چند نمونه رو عرض کردم خدمتتون که بدانید مال سال 94 بود اینایی که خوندم تا امروز. یعنی بدانید ربطی ندارد که دولت روحانی باشه یا هر نابغه دیگه رئیسی باشه. همینطور که مطالبات معلم‌ها و کارگرها و بازنشسته‌ها که هر روز تو خیابونن ربطی به این دولت و اون دولت نداره، همش دولت جمهوری اسلامی است و حکومت علی خامنه‌ای که نتیجه جز این برای مردم نداره. اما برای آدمای دمکلفت خیلی استفاده داره. از وقتی آرد گرون شد و به نونوایی‌ها با جیره بندی دادن، حاصل شد کاهش پخت نان. بعضی نونوایی اصلا مجبور شدن تعطیل کنن و این روند ادامه داره. مردم میرن سراغ نونای ساندویچی و فانتزی ماشینی که اون اوائل فروش اینا زیاد شده بود، که البته هیچ وقت نون فانتزی و نون ماشینی و ساندویچی اینا جایگزین نون سنتی نمیشه دیگه، میدانیم در سفره ایرانی. با آزاد شدن قیمت آرد و بالا رفتن قیمت خمیر مایه و روغن و شکر، قیمت آرد نون فانتزی 13 برابر اضافه شد که اردیبهشت 1401.
بعد این اضافه شدن قیمت ها مثل تمام 43 سال اخیر همیشه سیر صعودی داره دیگه، میره بالا، هیچ وقت پایین نمیاد دیگه. از اردیبهشت 1401 که قیمت نون ماشینی و فانتزی نسبت به سال قبل 13 برابر شد، از اون موقع تا حالا یعنی تیر ماه 1401 باز قیمت نون فانتزی 7 برابر شده. رئیس اتحادیه نان فانتزی اهواز با بیان اینکه قیمت نان فانتزی در حال حاضر 7 برابر قیمت سابق خود است، این مال همین تیر ماه 1401 گفت، نان فانتزی کنجددار که قبلا 800 تومان بوده در حال حاضر به 4000 تومان رسیده و با توجه به این مسئله تقاضا و خرید مردم بسیار پایین آمده و مصرف نان فانتزی 50% کاهش پیدا کرده، نصف شده. سهمیه آرد از 12 اردیبهشت 1401 حذف شد. این موضوع چه تأثیری بر قیمت نان فانتزی داشته؟ آنگونه که صدا و سیما گزارش داده، آرد کیسه ای از 70 هزار تومان به 670 هزار تومان رسیده است، یعنی 10 برابر رشد در قیمت آرد. سهمیه آرد یعنی چی؟ در کمتر از یک سال. این جدول قیمت ها رو ببینیم، من خدمتتون عرض کنم. بریم میبینین دیگه، این جدول قیمت هایی است که اتحادیه صنف نان های حجیم و نیمه حجیم تهران اعلام کرده است از همین ماه. نان باگت معمولی 10000 تومان یه دونه، نان باگت فرانسوی 7500 تومان، نون همبرگری 7500 تومان، نون باگت فرانسوی دوباره 15000 تومان و 13000 تومان، اینا نون توست 29000 تومان. ببینید اینا رو خودتونم میدونیم، من فقط بحث یادآوری میخواستم یه جا جمع بکنم که البته بخشی از جامعه متاسفانه، از بخش دیگه جامعه تا اونجایی که من تحقیقات میدانیم اجازه داده اینو بفهمم خبر نداره هنوز از جزئیات فقر دو سوم جمعیت کشور. لایه‌هایی هستن هنوز در شهرها، کلان شهرها، که دستشون به دهنشون میرسه، به هر حال میتونن مهمونیشونو بدن، مهمونیشونو برن و خیلی هم متمول نیستن، ولی و خبر ندارن جزئیات زندگی این دو سومی که باید یه بار لااقل یادآوری کرد. باری بخش زیادی از مردم هم که این قیمت های نان یک طرف، ماکارونی میخورن تا دیگه نون نخورن دیگه. قیمت ماکارونی چیزی که مخصوصا میخوام روش متمرکز بشم، و نونای ماشینی که همین تولید کننده های انحصاری ماکارونی میفرستن بازار، یعنی زر ماکارون و تک ماکارون، چقدر اضافه شده. اینا مخصوصا ارز خورن ها، اینا برای مواد اولیه شون ارز 4200 همیشه میگیرن. تک ماکارون در پروندهش مثلا 6 میلیون یورو، اون مردشوره مطلبی کاشانی 6 میلیون یورو جز بدهکاریاشه که اعلام شده، فقط که برای مواد اولیهش گرفته و معلوم نیست چیکار کرده، حالا معلوم نیست چیکار کرده. خب بریم متوسط قیمت اقلام خوراکی در خرداد 1401 رو دارین میبینین. بیشترین گرانی در ردیف نان و غلات، همین ردیف که الان رفت بالا، مال ماکارونیه با 56% نسبت به ماه قبل. ماه قبل هم که گفتم نسبت به سال قبل 13 برابر شده. ماکارونی بسته‌ای که سه ماهه از 3-4000 تومان شد 30000 تومان، برنج کیلوی 70 تا 100000 تومان، نون سنگک که دونه 8000-9000 تومانه، چند درصد جمعیت میتونن در روز یه وعده نون یا یه برنج یا ماکارونی بخورن با ماهی 300000 تومان یارانه؟ کیا سود میبرن از این وضع؟ امکان نداره از سفره مردم کنده بشه تو جیب کسای دیگه نره، کجا میره پس؟ با چند برابر شدن قیمت ماکارونی
طی این چند ماه اخیر یه عده انقدر به جیب زدن که برای نمونه عرض میکنم خدمتتون. مرتضی سلطانی صاحب زرماکارون رفته به تازگی مجوز گرفته خودرو تولید کنه، خودرو سازی رو هم به کاراش اضافه کنه. تو این اوضاع قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی زرماکارون خاطر نشان کرد جواز تولید زرخودرو برای گروه صنعتی زرماکارون از سوی وزارت سمت صادر شده است. زرخودرو ساختمان مرکزی و زمینی به مساحت تقریبی 440 هکتار در استان البرز اتوبان کرج خریداری کرده و جواز تأسیس ساخت 1,000,000 دستگاه انواع خودروهای مختلف از خودروی اقتصادی تا خودروی سواری و انواع کامیون و کامیونت را گرفته است. مبارک است انشاءالله. تو مملکت رشوه سالار ایران کی میدونه که این آقای سلطانی زرماکارون چقدر با سوداگری، یعنی احتکار و افزایش قیمت در بازار به این ثروت رسیده و با چه رانتی وارد صنعت بدبخت خودروسازی موجود ایران داره میشه. وقتی علی لاریجانی میگه مرتضی سلطانی یک پدیده است، سخنرانی فرمود مرتضی سلطانی یک پدیده است، خب دیگه هر چی بخواد در اختیارش میذارن تا این پدیده حفظ بشه، میبرنش تو برنامه پایش و پویش و تو همین سیمای آقایون، اون بازجوی اطلاعات سپاه که به اسم خبرنگار میاد با آدم های خاص صحبت میکنه، میره باش مصاحبه میکنه، یه فیلم تبلیغاتی ازش پخش میکنن، هر کاری بتونن براش میکنن، چون از خودی های این نظام است که در عرض 10 سال از واکس زنی رسیده به این زرماکارون و حالا میخواد خودرو بسازه یا بیاره، اونم سالی 1,000,000 خودرو. اینجوری حکومت 80% جمعیت رو فقیر میکنه و به قیمت فقیرتر کردن 65 میلیون نفر مرتضی سلطانی و امثال او رو پولدار میکنه. طرف الان جوونه برمیگرد میگه آقا چی میگین؟ من الان میخوام مثلا کار کنم، چی کار کنم؟ کیه دست منو بگیره؟ من نه سرمایه دارم شروع کنم، نه کسی رو دارم برم پیشش کار کنم، چی کار برم کنم؟ مگه من چی کار کردم؟ نه دیگه، اگه قرار باشه صاف بیارن بگن آقا بفرمایید این رایته که اون هنری نکرده، چی کار کنم؟ به من میگن آقا فرصت هست یا نیست؟ میگم هست. میگه منابع هست یا نیست؟ میگم هست. وقتی منابع من میگم هست، فراوانی منابع هست، فرصت هست، خب تو برو جستجو کن پیدا کن. خود مرتضی سلطانی چجوری از فراوانی منابع استفاده کرده؟ چجوری پیدا کرده؟ تو همین مصاحبه و همه جا میگه من افتخار میکنم که در جوانی و نوجوانی واکس میزدم، سنگ قبر میشستم و خلاصه خانوادگی خیلی ندار بودیم. آقای سلطانی جرقه تغییر کجا زده شد؟ انقلاب که شد فرصت فراهم شد که ما دیگه برصد وارد کار صنعت، وارد کار تولید و اینها بشیم. حس کردم که بستر برای تولید فراهمه. در نهایت بی پولی، در نهایت بی کسی، شروع کردم با دوست از دوستان جستجو کردم، دیدم سوله سازی الان بسترش فراهمه، یعنی ما میتونیم بریم با هم جمع شیم کارگاهی درست کنیم و سوله بسازیم. از اونجا من شروع کردم سوله. اولین کارگاهم در مأمونیه زرند اجرا کردم. رفتم در مأمونیه زرند، بزرگان اون شهر گفتم یه مقدار به من 4-5 هزار متر زمین بدید من اینجا یه کارگاه درست کنم، هر وقت که به درآمد نشستم پولتون رو میدم، ولی الان ندارم. 5 هزار متر به من زمین دادن، ما با دوستان اونجا جمع شدیم کارگاهی درست کردیم و اولین سفارش سوله رو به ما دادن. خب کسی که از واکس زنی و سنگ قبر شستن رفته تو انقلاب، نمیدونیم چی کار کرده، یهو انقلاب که میشه حس میکنم که بستر برای تولید فراهمه، یه دفعه چیز میشه دیگه، عکس امامو در ماه میبینه، هوایی میشه، یه دفعه حس میکنه الان بستر برای تولید فراهمه. ده برو میره پیش بزرگان شهر 5 هزار متر زمین میگیره، چون خود سوله ساختن که پول نمیخواد، 5 هزار متر زمین. بزرگان شهر زمان انقلاب هم سن و سالای همین آقای سلطانی میدانن، یادشونه که بزرگان شهر یعنی
حاج آقاهای عمدتاً بازاری و امام جماعت مساجد که صندوق قرض الحسنه درست میکردن و به جوانای متدین حزب اللهی وام میدادن، تحقیق میکردن، بعد میدن طرف متدینه، طرفدار آغاز فلانه اینا، بعد کمک میکردن. یوهو 5000 متر زمین بد دادن، یعنی باید خیلی متدین و حزب اللهی و مسجدی و هیئتی بوده باشه که از عکسای جوونیاش هست اینا دیگه. من نمیخواستم خیلی دیگه بادش بزنم که بردارم بیارم نشون بدم اینا رو. حالا بعد این جوون حزب اللهی حالا رسیده به ثروتی که بیشترین بخش بازار ماکارونی کشور رو در اختیار داره. چه جوری؟ یه نمونه کار، سایت متعلق به مرتضی سلطانی مالک زر ماکارون با افتخار اعلام میکند که ماکارونی های تولیدی با آرد دولتی و یارانه ای متعلق به مردم ایران را حتی به شهرهای نیویورک و آتلانتا و تگزاس و کالیفرنیا در آمریکا صادر کرده تا از یک طرف آمریکایی ها ماکارونی تولیدی با یارانه مردم ایران را نوش جان کنند و از طرف دیگر سود آن به جیب ابر سرمایه‌دار ایرانی برود. این اتفاق به این معناست که سالها بخش قابل ملاحظه از میلیاردها دلار یارانه ای که دولت به آرد پرداخت می کرد تا محصولات تولیدی با آن از جمله ماکارونی با قیمت پایین تری به دست مصرف کنندگان ایرانی برسد به خارج از کشور صادر شده است. با حداقل حساب کتاب به 46 میلیون یورو تخلف ارزی رسیدن. 8 مرداد 98 ششمین شرکت با بیشترین تخلفات ارزی گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام است که 46 میلیون یورو تخلف ارزی دارد. این شرکت با نام مرتضی سلطانی شناخته می شود که خالق برندهای معتبری چون زر ماکارون است. همون موقعی که این 46 میلیون یورو را تقدیم سلطانی می کردن و به ریش مردمی که دنبال نون از این نونوایی به اون نونوایی میدون میخندیدن، یک شرکت بنیاد مستضعفانو که بسیار سودآور بوده میفروشن، مثلا واگذار میکنن به سلطانی. این تصویر نشون میده همین شرکتو که سال 97 وقتی سهام شرکت گلوکوزان رو به افزایشه واگذارش میکنن به زرماکارون، شرکتی که در کمتر از یک سال همین گلوکوزان سود 5 برابری داشته. سوال: اولا بعد از گذشت 12 ماه چه مقدار از 46 میلیون یورو بدهی ارزی ایشان تسویه شده است؟ و ثانیا با آنکه شرکت گلوکوزان در آستانه افزایش سرمایه بوده، شرکت زیرمجموعه بنیاد مستضعفان چرا اقدام به فروش آن کرده است و سود 5 برابری آن را دو دستی به مالکان شرکت زرماکارون تقدیم کردند؟ آقای زر ماکارون همینجوری که تا اینجا آمده، حالا میخواد کارخونه تولید خودرو را بندازه، اونم سالی 1 میلیون خودرو. این سرزمین عشق، این سرزمین شهید همت‌ها و شهید حجاجی هاست. بله عشق میکنی تو و امثال تو تو این مملکت. در دوره گرانی روزافزون ماکارونی و کاهش قدرت خرید و خوراک مردم، وقتی صاحب کارخونه ماکارونی اینقدر پولدار میشه که مجوز تولید خودرو اونم سال 1 میلیون خودرو رو میگیره، یعنی حکومت از سفره مردم میکنه میذاره تو جیب کارفرماها. چرا رفته حالا سراغ خودرو؟ حالا این زر ماکارون، چون یکی از راه‌های یک شب پولدار شدن در نظام مقدس، یکی از راه‌های فساد همدستی با متولیان نظام مقدس، چون اینا به نام خودروسازی دولتی هستند دیگه، این بخش خصوصی میرن تو سهامشون میگیرن فلان، اینا بعد نمایندگی میزنن. یکی از راه‌های گنده دزدی گرفتن ارز دولتی برای وارد کردن خودرو و قطعات خودروست. مرداد 97 رسانه ها یه لیستی از متقاضیان ارز دولتی برای واردات خودرو و قطعات خودرو و تخلفات مربوطه منتشر کردن.
محاسبه حجم تخلفات صورت گرفته پیچیدگی های خاص خود را دارد، اما برآورد تقریبی از رقمی بین 5 تا 6 هزار میلیارد تومان حکایت دارد. خب وارد شدن به صنعت خودروسازی و به بازار خودرو بدون داشتن رانت حکومتی که امکان پذیر نیست، قبل از اینکه بتونی واردش بشی از گردونه پرتابت میکنن بیرون. میان در میانه دعوای پرسابقه خودرو داخلی یا واردات خودرو، که این اصلا باید یه برنامه مفصلی بذاریم دربارش، هر کدوم زینف ان، میرسلیم چرا مخالف مثلا واردات خودرو، فلان کس چرا موافق واردات خودرو، من چیزی نباید بگم چون آدم خیلی خوش تربیتی نیستم، در وقتی عصبانی به شما دست این جماعت یه چیزی میگم که بعدا اون وقت بهم میگین چرا گفتی. ندارم دیگه، تربیت آخوندی ندارم، در نتیجه عصبانی میشم از این همه ستم. میان به سلطانی زرماکارون مجوز تولید خودرو میدن. حالا ماکارونی به ماشین سازی چه ربطی دارد؟ این هم میگه سالی 1 میلیون خودرو تولید میکنم، بر اساس این چقدر ارز دولتی میگیره تا تکنولوژی و قطعات مورد نیاز رو از خارج وارد کنه، چقدر زیر ساختای نمایندگی فروش و دلالی رو پیشاپیش برنامه ریزی کرده، سازمان داده، چه کسایی در حکومت پشتشن، ازش اخاذی میکنن و سهم سفره میگیرن و باهاش سهیمن. اینها که میگم در تمام 3 دهه گذشته جاری و ساری بوده است، و در صنعت خودروسازی و در واردات خودرو هر دو. سال 99 مجلس برای 3 بار از سال 80 تا 99، در 20 سال 80 تا 99 برای 3 بار آمد تحقیق و تفحص کرد از خودروسازی داخلی، خودروسازان داخلی، 2 خودروسازی اصلی در ایران، که نتیجهش البته به درد مورخان و محققان میخوره این تحقیق و تفحص ها. هیچ تحقیق و تفحص مجلس هیچ وقت به کار نهادهای مخاطب در واقع این تحقیق و تفحص ها، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل قوه قضاییه، مثل خود مجلس، هیچ وقت به درد نخورده. تو این دعوا و زور آزمایی ها یه دفعه پیروز میشن بعضی هاشون، میرن و تحقیق و تفحص میکنن، آخرش هم میشه گزارشی که بخشش رو تو مجلس بخونن، بخش هم بگن ما اونجا گذاشتیم، مثلا همین گزارش 600-700 صفحه‌ای مربوط به تحقیق و تفحص سال 99 که 26 صفحه شو تو مجلس خوندن، بعد هم گفتن که بقیهش هست دیگه، هر که بخواد مراجعه کنه، که البته هست، میتونیم برین پیدا کنیم و ببینین. باری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس منتشره در 30 اردیبهشت 1399 از جمله آمده است: سیستم فروش خودروهای ساخت داخل و در واقع بازار خودرو رانتی است که از جیب مصرف کنندگان نهایی، یعنی مردم و خودروسازان، به دلالان و افرادی که دارای امتیاز ویژه هستند پرداخت می شود. این رانت برای هر خودرو پراید تولیدی سایپا 30 میلیون تومان است. با فروش هر دونه پراید 30 میلیون تومان میره تو جیب نمایندگی فروش، همینطوری 30 میلیون تومان هر دونه. بذاریم به جای حساب کردن این جزئیات کل دوزی و راندخاری رو در این صنعت خودروسازی و نمایندگی ساخت برندهای خارجی، با یه مثال خدمتون عرض بکنم. در بازه زمانی 6 ماهه میانگین قیمت کارخانه‌ای محصولات تولید شده با برند پژو حدود 138 میلیون تومان بوده است، اما محصولات تولیدی ایران خودرو با ایران خودرو با برند پژو در بازار در همین بازه زمانی 6 ماهه حدود 315 میلیون تومان قیمت خورده است. 3 برابر قیمت تولید شده برای هر خودرو. اینکه این پولا تو جیب کیا میره اینو بشنویم. یکی از نماینده های مجلس:
سرمایه گذاری سمند، همون شرکت های زیر مجموعه که میگم، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، توسعه راهبر راز، شرکت بانک پارسیان و حالا اینجوری 29% هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که زیر 1% اینا هستن. حالا مال سایپا رو هم همینجور اینجا هست. اگر احتمالاً هیئت مدیره خیلی این شرکت هم آقازاده ها و دامادا و عروسا و یعنی خودیان دیگه تو اون بستر خودسازی. قطعا اینجوریه. من اونجایی که وقتی شما میگید یه جایی 90 تا شرکت داره، این همش هم غیر مرتبط، یعنی هیچ شغل ایجاد کردن، هیئت مدیره، مدیر عامل ایجاد کردن دیگه، یعنی واقعا بعضی از این شرکت ها جالبه، کارشون یه چیزه، یعنی سه تا شرکت مثلا هر سه تا باید یه کار انجام بده. مثلا چه رفتی تو توزیع غذا و پخت غذا داره، چه رفتی گردشگری و آژانس داره، مثلا نمیدونم چه رفتی اصلا بعضی فرصت های اقتصادی ایجاد کردن، عمل کردی ندارن ولی هیئت مدیره و مدیر عامل دارن، یعنی فقط اسم هست و پول و حقوق و اینها. یه همچین وضعیه که آقای سلطانی زر ماکارون میره سراغ خودروسازی، چون اینجوری راه درست کردن شرکت های سوری و پولشویی همه این داستان هم پیش میاد که حالا اشاره خواهم کرد. من خیلی رفتم تو ماجرای خودروسازی که این زرماکاران آقای مرسی سلطانی وادارم کرد، عرض کردم یه برنامه جدا در این باره خواهیم گذاشت. اما این داستان نان سنتی و فانتزی و ماکارونی رو ایزه بدین ادامه بدم که عرض کردم روشن‌ترین نمونه کندن از سفره مردم، روشن‌ترین، یعنی همه دارن میبینن دیگه، اون پشت پسله نیست، روشن‌ترین نمونه کندن از سفره مردم و گذاشتن تو جیب کارفرماهای خودی آیت اللهی همین ماجرای نان و ماکارونی است. برند دوم از نظر فروش ماکارونی در بازار ایران بعد از زر ماکارون تک ماکارونه، چنان که میدانید، یعنی انحصار ماکارونی بازار ایران اساسا دست این دو برنده. تک ماکارون مال همون مردشور از رضا مطلبی کاشانی، رفیق گرمابه قصال خونه آیت الله مصباح و صدیقی نماز جمعه گریان و بقیه علما. به قول سایت خبری تحلیلی رویداد 24، رضا مطلبی کاشانی با همه مقامات شریکه در شرکت‌های متعدد و خیریه‌هایی که راه انداخته. اشاره‌هایی می‌کنم با کیا؟ در خیریه قدیر ولایت با اینا شریکه: کاظم صدیقی نماز جمعه تهران، محمد حسن رحیمیان تولیت مسجد جمکران، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس سابق مجلس، مرتضی نبوی از روزنامه رسالت ارگان بازاریای حکومتی، مصطفی میرلوهی داماد مهتبی کنی رئیس مجلس خبرگان که مرد، تو مؤسسه پژوهشی آموزشی امام خمینی با اینا شریکه، محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و دایی زن میثم خامنه‌ای، غلامرضا فیاضی کاشانی عضو خبرگان رهبری و کاظم صدیقی و مصباح یزدی که تو خونه غصبی شستش. خونه غصبی که میگم که دیگه میدانید، اما خونه یه که بحثش رو قبلا در مصاحبه‌ای که با آقای پالیزدار داشتیم کردیم که غصب کرد در واقع با حقوق بازی و در مجموع 1 میلیارد دلار رو جلوشو بسته، گذاشته چیه جلوشو بسته، با همین کارها کسی نمیاد سراغش. باری این بحث رو قبلا کردیم، اجازه بدید که من ادامه بدم. تو بنیاد القدیر که هدفش آماده کردن شرایط برای ظهور امام زمان است، این بنیاد با اینا شریکه: داوود مددی مشاور احمدی نژاد و رئیس ستاد انتخابات قالیباف در کیش و قشم و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دوره احمدی نژاد هم بود داوود مددی. ببینین اینا رو من میگم شریکا، این که ببینین هر کدوم چی کارن و این آدم زرنگ چجوری به قول رویداد 24 با همه اینا شریک شده برای اینکه بتونه راحت تا 1 میلیارد دلار بدوزه، کسی هم سراغش نره. ابراهیم انصاریان داماد دیگر مهتبی کنی، مرسا نبوی که عرض کردم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست. بعد تو مؤسسه علامه عسکری با اسدالله امیر اصلانی شریک، مدیر عامل سابق بانک ملی که تو پرونده المکاسب و کوثر متهم ردیف اول بود، این آدم و پسرهای واعظ طبسی و چند تا دیگه بودن که به هر حال با چک سفید ناصر واعظ طبسی پرونده مختومه شد و امیر اصلانی رو هم تبرئه کردن و بهش جایزه دادن و اینا، که قبلا درباره این پرونده اختلاس از بانک ملی برنامه داشتیم.
فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار نوشته رضا مطلبی کاشانی که بیشتر به اسم مالک تک مکاران شناخته می شود از دوستان احمد مروی تولیت فعلی آستان قدس است. البته رفاقت آنها از زمان بر عهده گرفتن ریاست دفتر رهبری از سوی مروی در قم آغاز شده است. رفاقتی که ضلع سوم دیگری هم داشت، یعنی ریاست وقت اداره اطلاعات قم که بعدها با حمایت و معرفی مروی به قوه قضاییه رفته و ریاست حفاظت این قوه را بر عهده میگیرد. گفته میشود که پرونده های متعدد رضا مطلبی کاشانی هم به علت همین رفاقت قدیمی بارها مسکوت مانده و صد البته مروی هم حرمت این رفاقت را بعد از رفتن به آستان قدس رضوی نگاه داشته و مطلبی را به عنوان عضو هیئت امنای حرم مطهر رضوی انتخاب می کند. خانواده مطلبی کاشانی در تورنتو کانادا هستند. البته در خصوص یکی از پسران او که داماد حجت الاسلام ابو ترابی فرد امام جمعه تهران و نایب رئیس سابق مجلس است، اطلاعی در دست نیست که ایران تشریف دارند یا در تورنتو. رفاقت مطلبی کاشانی با حجت الاسلام خاموشی ریاست سازمان اوقاف و کرایه 24 هزار متر زمین در لواسان از اوقاف به مدت 10 سال به ماهی 2 میلیون تومان برای کل 24 هزار متر زمین در لواسان، ماهی 2 میلیون تومان، یکی دیگر از نتایج رفاقتهاش با مقامات است. مهدی خاموشی از طریق زن میثم خامنه‌ای به هر حال با رهبر مسلمین جهان نسبت خانوادگی داره دیگه. شاید بتوان گفت رضا مطلبی کاشانی با تشکیل دو شبکه موازی، یکی اقتصادی و دیگری خیریه به اصطلاح، چنان پوششی برای خود ساخته که توپ هم نمیتواند تکانش بدهد. اگرچه میلیون ها یورو 4200 تومانی هم به اسم تکمکارون و دیگر شرکت های خود گرفته باشد که من فقط یک قلم 6 میلیون یورو ناقابل رو اشاره کردم که سال 97 گرفت. او در ماجرای دریافت ارز وارداتی حدود 6 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده که این رقم میتواند میزان نفوذ مطلبی کاشانی را نشان دهد. بعد در بحبوحه بحران مواد غذایی و گران شدن بی سابقه نون ماشینی و ماکارونی، قبلش عرض کردم نون سنتی، در 13 آبان 1400 مدیر تعزیرات ساویج بلاغ نامه میزنه به مدیر کل اداره تعزیرات استان البرز که تک ماکارون محصولاتش را از مرداد 3 ماه پیش از تاریخ نامه 70% گرون کرده و علی رغم تذکرات اداره تعزیرات پایین نمیاره. 70% گرون کرده از مرداد 1400 تا آبان 1400 که این نامه میره. دیدین تو این نامه نوشته که تکمکارون 77 میلیارد تومان گرون فروشی کرده تو همین 3 ماه. بعد میره تا 15 اردیبهشت 1400 چی میشه؟ هیچی. بعد میاد اینجا 15 اردیبهشت 1401 اعلام میشود که تکمکارون 670 تن احتکار کرده در پی اصلاح قیمت آرد. کارخانه تکمکارون با جمع‌آوری و احتکار محصولاتش از بازار تلاش داشت تا محصولات خود را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند که باعث به هم ریختگی بازار و تشویش از هان عمومی شده است. خب اتهام مهمی است دیگه، باید ببرنش یارو بگیرن دستپاشو ببرن اونجا دیگه. فردای انتشار این خبر، خبرگزاری سپاه فارس نوشت دروغ این 16 اردیبهشت 1401. به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر احتکار ماکارونی از سوی شرکت تک ماکارون مطرح شده است، اما مدیر عامل این شرکت میگوید که این کارخانه با کارکرد حدود 2 روز این میزان ماکارونی را تولید میکند و به کار بردن احتکار واژه دقیقی نیست. جالب است که ادامهش رو خدمتتون میخونم. طبق اعلام خبرگزاری رسمی دولت، اینو اسکان نیوز زده، این شرکت یعنی تکمکاران نه تنها
خود احتکار کرده، بلکه به عنوان لیدر بازار ماکارونی ایران در اقدامی بیشرمانه با شرکت‌های دیگر نیز لابی کرده و از آنها خواسته در این شرایط که قیمت ماکارونی افزایش یافته و از سبد غذایی بسیاری از مردم در حال حذف شدن است، از عرضه محصول به بازار خودداری کنند. که بعداً چندین برابر اینو میگم، سوداگران اینا اینه، بعد بتونن چندین برابر. اون موقع گفتن این موجب تشویش از خان عمومی شده، بعد اینا گفتن دروغه، سپاه گفت دروغه. خب آقا این همه همکاراش، اینا همه سپاهی هم دیگه، اینا همه آیت الله های میره. تا 25 اردیبهشت 1401 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام میکنه تک ماکارون 380 میلیارد تومان به دلیل احتکار جریمه شده. البته این حکم بدویست، در توضیحات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که البته از یک هفته پیش در انبارهاش و تک ماکارون به روی ماموران تعزیرات باز کرده، یعنی تا یک هفته پیش از 25 اردیبهشت 1401 مطلع به کاشانی نمیذاش مامورا برن انبارشو ببینن، بعدم ببینن چجوری میخواد حساب کتاب بکنن. وقتی نمیبینن چجوری حساب میکنن، وقتی تا اون موقع نهیدن همه انبارشو دیدن، همه احتکارشو میدونن، اصلا گیرم که یه شریک هم نداشته باشه. میگه دادم به خیریه هایی که گفتم مردم فقیر مستمند مستضعف دارن و اینا، خب فوقم بگیرن، میگه دادم به اونا، همونا که با شریکن. ماهنامه خط صلح می نویسد به گفته محمد علی کوزگر، معاون سابق مشارکت‌های مردمی توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، تنها 8200 خیریه ثبت شده زیر نظر سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند، در حالی که بر اساس آمارهای موجود در پایگاه اطلاع رسانی خیریه‌ها و سمن‌های کشور تعداد خیریه‌ها 55140 واحد است. فقط 8000 تاشون زیر شرط سازمان بهزیستی هم. تعدادی از این مراکز عام المنفع به نام خیریه در فعالیت‌های غیرقانونی پولشویی و فساد مالی درگیر شدند. بر اساس آمارهای غیررسمی نقل و انتقال پولی در این مؤسسات بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می شود. یک پولشویی شسترفته که منشأ پولهای کثیف را مخفی نگه می دارد به نام خیریه و مردم بدبخت. یکی دیگه از ارزاق عمومی مردم که مدت هاست دچار کمبود در بازار شده و جزو اون چهار قلمی است که سردار وحیدی وزیر کشورم فرمودن که حتما گران می شود، روغن خوراکی. البته همه چی گران شد طبق معمول، اما روغن خوراکی جزو اعلام شده ها بود، اون چهار تا اولی که کلی هم مایه مسخره حتی بعضی از درون حکومتی ها شد که اومد گفت چهار تا یکشون روغن هست. یکی از تولید کننده های اصلی روغن خوراکی در ایران کارخونه نرگس شیراز، میدونید دیگه روغن نرگس شیراز، کارخونه روغن نباتی نرگس شیراز بیش از 70 سال سابقه داره، سابقه درخشان در تولید انواع روغن ها. این کارخانه در زمان جنگ ایران و عراق با همت مدیران دولتی، کارگران زحمتکش و نصب دستگاه‌های اروپایی که پیش از انقلاب خریداری شده بود، موفق شد تولید روزانه خود را از 120 تن به 650 تن برساند و نیازهای استان‌های فارس، خوزستان، کرمان و برخی دیگر از استان‌ها را تأمین کند. در دوره جنگ 4 برابر تولید شد. مؤسس و مالک اصلی این شرکت حشمت الله کرمانشاهچی بوده است که با وقوع انقلاب کشور را ترک می‌کند و بعد از آن بنیاد مستضعفان این مجموعه بزرگ تولیدی را در اختیار گرفت. این شرکت تا سال 1372 دولتی بود. در زمان واگذاری به بخش خصوصی این سال 72 نه تنها بدهی نداشت، بلکه 3 میلیارد تومان سال 72 در حساب‌های بانکی داخلی و ارزی خود موجودی داشت.
همچنین مواد اولیه شرکت شامل روغن خام، حلب برق، لوازم یدکی، انواع کاتالیزور و غیره برای یک سال آتی آن خریداری شده بود. کلیه انبارهای شرکت با متراژ 13000 متر و انبارهای اجاره‌ای آن در سطح شهر مملو از روغن‌های تولیدی بودند. یعنی در حالی که کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز در اوج شکوفایی تولید بوده و کارگران آن از سطح زندگی مطلوبی برخوردار بودند، به ناگهان و به صورت غیرقانونی کارخانه واگذار می شود. نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع که عکسش رو دیدین، خان محمدی رئیس وقت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصی سازی فعلی، و جهرومی استاندار وقت فارس که بعدن شد وزیر در دولت احمدی نژاد، اینا از سه نفری بودند که در دولت هاشمی رفسنجانی با همدیگر با همکاری یکدیگر یک شبه و خارج از روند قانونی این کارخانه را به سید مهدی میرسلیمی، سید ادیب الدین صدر نژاد و فرهاد بهمنی واگذار میکنند که این آخری سید نیست فقط. جالب است بدانید که ادیب الدین صدر نژاد و فرهاد بهمنی هر دو دامادهای برادر نعمت‌زاده وزیر سابق سمت هستند. مهدی میرسلیمی با خرید سهام‌های صدر نژاد و بهمنی مالک 53% سهام کارخانه می‌شود و همه کاره. آقای احمد روشن که در طول 25 سال گذشته پرچمدار مطالبات کارگری این شرکت بوده، در گفتگو با یک رسانه محلی در تاریخ 17 خرداد ماه سال جاری پیرامون وضعیت روغن نباتی شیراز میگوید امثال نعمت‌زاده ها با چک 200 میلیون تومانی و بدون هیچ پشتوانه کارخانه را تحویل دادند. این در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان رسمی دادگستری 10 سال قبل‌تر از واگذاری کارخانه را 10 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده بودند. در روزهای اوج این شرکت تا حدود 1200 نفر در آن فعالیت داشتند، اما اکنون تعداد کارگران به 170 نفر رسیده، 5 نفر رسمی و 165 نفر قراردادی. در تارنمای شرکت به تولیدات پرشمار و متنوعی اشاره شده، اما در حال حاضر تنها روغن ویژه قنادی تولید می شود. تولید روزانه هم از 650 تن به زیر 10 تن کاهش پیدا کرده. همچنین با وجود اینکه 33% سهام کارخانه به کارگران تعلق دارد، سود سهام آنها در طول 25 سال گذشته پرداخت نشده است. بذاریم من یکی دو نکته دیگر رو که از قول مستقیم کسانی است که در دست در کارن و جریان در بست آقای احمد روشن از کارگران قدیمی کارخونه بخونم، یکی دو نکته دیگر رو بعد ادامه میدم نتیجه گیری میکنیم. مهدی میرسلیمی که با استفاده از روابط ویژه خود کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز را به چنگ می آورد، در طول 3 دهه اخیر شرکت‌های مختلفی همچون شرکت پخش نینا، شرکت بنیان کشت و سیف خودرو را تأسیس می کند. نکته جالبی که وجود دارد، ارتباطات عباس میرسلیمی، برادر او و رئیس هیئت مدیره روغن نباتی نرگس شیراز، با افراد و جریان‌های مختلف است. در واقع عباس میرسلیمی در نقش بازوی مهدی میرسلیمی عمل می‌کند. شاید به خاطر همین ارتباطات ویژه عباس میرسلیمی با افراد صاحب نفوذ باشد که 25 سال مطالبه و پیگیری کارگران این شرکت هیچگاه به نتیجه نرسیده است و البته جای تعجب ندارد. نپرداختن مالیات، کاهش تولید در حد 1.5% رسیده به 1.5، نه در حد، یعنی وقتی که 650 تن میرسه به 10 تن، یعنی 1.5% ظرفیتش تولید میکنه نسبت زمانی که کارخونه تحویل گرفته شد و زمان جنگ که سال 72 که کار اینجوری تولیدش رفت شد 650 تن. اخراج بیش از 800 کارگر که میشه بیش از 80% کارگری اون کارخونه. منتظر گذاشتن بازار و ایجاد احتکار 9 ماهه 250 تن روغن نباتی تو انبارهای کارخونه، اینا همه چیزیه که اعلام شده، ثبت شده و و و و اینا بالاخره باعث میشه دادستانی شیراز وارد میشه.
در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب شیراز با دعوت از مالک و هیئت مدیره کارخانه روغن نباتی شیراز مشکلات این کارخانه را مطرح و خواهان رفع آن شد. ذهنیت برش ایجاد شده که سیاست شرکت اینه که با بازنشسته کردن همین نیروی موجودم عملا دیگه کارخانه را با تعیین تکلیف کارگرای موجود دیگه یه جوری تعطیل کنه. این کارگرا که هاش صد مهتی میخواد محبشون کنه، در واقع تمام عمرشون زحمت کشیدن. و بزنین یه نکته رو بگم، کارگرها تو هر کارخونه ای وقتی که یه مدت کار میکنن، ما تو هفت‌تپه و فولاد ببینید، تو هفت‌تپه که خیلی داخل در واقع صحبت های کارگرها همه رسانه ها شدند و رسانه ای شد، این صحبت ها می دیدین دیگه که با چه عشقی از تولید صحبت می کنن و با چه قصه ای از کاهش تولید یا متوقف شدن تولید صحبت می کنن. کارخونه میشه تمام زندگیشون، میشه بچه شون. بعد اینایی رو که این آدم های مثلا چه میدونم مثل شما کارفرما هم نباید بذاریم، واقعا آدم های مثل این هاش صدمتی، میر سلیمی، اینا میان میگن خب چقدر مونده که اینا بازنشست بشن؟ 25 سال کار کردن دیگه، میتونیم بازنشستشون بکنیم برن دیگه. بعدم حق بازنشستگی میدن به اینا، داریم میبینیم تو خیابون دیگه. اینجوری میشه که فقر و فلاکت تمام جامعه رو میگیره. اینا در واقع صاحب اصلی کارخونن، این کارگرا واسه راه انداختن چرخ کارخونه هر کاری کردن و میکنن. کارخونه علارغم این که از حقوق کارگرا اون مبلغی رو که باید دریافت کنه کم میکرده، ولی به اداره بیمه پرداخت نمیکرده. مشکل دیگه ای که پیش اومده اینه که کارگرای شریف و عزیز این کارخونه اومدن چیکار کردن؟ برای که چرخ این کارخونه به چرخه، چند سال پیش خودشون وام گرفتن و به کارخونه دادن، به اسم خودشون وام گرفته شده و خودشون هم ضامن خودشون شدن، ولی متاسفانه کارخونه این پول رو پرداخت نمیکرده. این صحبت مال اسفند 1400، دو سال و نیم قبلش در آبان آذر دی بهمن اسفند دیگه، نزدیک دو سال و نیم قبلش، در آبان 98 دادستان شیراز میاد یه جلسه رسمی میذاره با، به گفته رسانه ها، یه جلسه رسمی میذاره با سید مهدی سلیمی و دیگران برای اینکه مشکلات رو مطرح بکنن اونجا و ببینن اگر که حاج مهدی سلیمی، میر سلیمی یا سلیمی، سلیمی همچنان میخواد کارخانه دار بماند، روغن نرگس شیراز به دست مردم برسد، غیره غیره غیره، کارگران بمانن، اینا ازش تعهد بگیرن. خب دادستان جلسه رسمی گذاشته و سردار مردار هم اونجا هستن و اطلاعاتی و فلان. حاج سید مهدی میر سلیمی دید مثل که سنبه خیلی پرزوره تو اون جلسه، میاد قول و تعهد میده. آقای دادستان، به شما متعهد میشویم پایان سال این شرکت یه شرکت نوسازی شده باشد در امر تولید که توانی اینو داشته باشه ما حدود 250 تا 280 تن مدام تولید کنه. من به شما متعهد میشم، حقوق معوق کارگرا رو میدم، بیمه رو میدم، دارایی رو میدم، برنامه‌ریزی کارخونه جدید رو هم حتما تقدیم شما در هر شکلی ما خواهیم کرد و هم هیچ اتفاقی نیفته هم خوشحال و سرزنده باشن. شما اگه اونجا بودین چی جواب می، چی میگفتین به این؟ به این نمونه دمکلفت زیر پروبال آخوندای از اصلاح طلب و اصولگرا و این و اون و اینا پرورش پیدا کرده و شکم گنده کرده، من تاریخش رو عرض کردم دیگه. در آبان 98
این جلسه بود. حالا توجه بفرمایید. در آبان 98 مالک کارخانه سید مهدی میرسلیمی در جلسه رسمی و در حضور دادستان فارس متعهد شد که تا اسفند 98 نسبت به راه اندازی واحدهای قوطی سازی و چاپ و رفع کامل مشکلات کارخانه و رساندن تولید به حداقل 350 تن روزانه اقدام کند. که شنیدین که البته در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد در پاییز 1400 رئیس دستگاه قضایی استان در بازدیدی که از کارخانه به عمل آورد از مدیران نسبت به راه اندازی واحدهای تعطیل شده قول گرفت و قرار یک ماه برای بازدید بعدی را گذاشت که هیچ وقت عملی نشد. در اسفند 1400 هم مصوبه کمیسیون کارگری استانداری با تأکید بر استانداری فارس با تأکید دادستان مبنی بر راهندازی این واحدها تنظیم شد و در این مصوبه مدیران کارخانه ملزم شدند حد اکثر تا آخر اردیبهشت ماه 1401 نسبت به راهندازی واحدهای قوطی سازی و چاپ و جذب حداقل 150 نیرو اقدام کنند تا تولید به حد تعهد داده شده سال 98 یعنی 350 تن روزانه برسد. همون فیلمی که دیدین این مرد که فیلمی که میگفت میومد که هیچ وقت عملی نشد. خب روشنه دیگه که چرا اینا میان. دو دلیل داره همیشه، دو دلیل. یه دلیلش این است که اینا تحت فشار مردم بازار میخوان بیان بگن که اگر وضع خرابه اینا هستن ما میریم دنبالش کار درست میکنیم، بعد میرن دنبالش مثلا جلسه میذارن ولی دیگه دنبال بقیهش نمیرن. یکیش اینه، همیشه این نمونه ها رو براتون خوندم. و یکی دیگه‌ش هم دعوای درونشونه. این به اون خبر میده آقا اینا زدن بردن فلان کردن، خب پس بریم یقشون رو بگیریم فلان میارن یقشون رو میگیرن، یه حق حسابی داده میشه سر صدا میخوابه. همیشه این دو راه بوده برای اینکه بیان اعلام بکنن که بله ما یقه گیری کردیم. باری وقتی سفره مردم خالی کردن و ارز دولتی رو غارت کردن، این صاحبای این کارخونه مثلا که اینجوری غصب کردن و هیچ کار تولیدی نکردن، آخرش ها اعلام میکنن کارخونه ورشکسته است یا عملا به مرحله زیاندهی میکشونن کارخونه رو، چون خودشون بارشون رو بستن و مردم بدبخت. بریم پرده آخر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. محضر شریف مقام معظم رهبری دامت برکاتو و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، این جانب سید محسن زیادی بنده قادرم با توکل بر خداوند سبحان و توسل بر آل الله من جمله حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف ایران عزیز را در عرض دو سال اول از نظر اقتصادی خود کفا و در دو سال دوم در منطقه خاورمیانه اقتصاد اول را به دست بیاوریم و در مرحله زمانبندی سوم که 6 سال می شود ایران را در عرصه جهان و بین المللی به اولین قدرت اقتصادی تبدیل کنیم انشاءالله. انشاءالله. حالا بقیهش هم پخش کنیم، خواهش میکنم. شماره موبایل بنده هم 0916-305-2443. بنده فقط جوابگوی مسئولین زیرفت هستم و جوابگوی هیچ کسی نیستم. شب روزگار خوش.